پرستوی شده سرگرد محمود سخایی، اون پرستو که دشنه آجین شد. سرگرد محمود سخایی، نویسنده کتاب مصدق و رستاخیز ملت، دوست خسرو روزبه، نفر اول مسابقات تیراندازی در کل کشور، رئیس شهربانی کرمان، محافظ دکتر مصدق و فرمانده گارد محافظین مجلس شورای ملی بود. وقتی سرگرد سخایی رئیس گارد مجلس شد، نمایندگان درباری اعتراض کردند و آیت الله کاشانی هم چند جلسه مجلس را تعطیل کرد. سرگرد سخایی در این سمت نقش موثری در حفاظت از جان دکتر مصدق در برابر کسانی داشت که می‌خواستند وارد لوژ تماشاچیان شده و به قول خودشان کار مصدق را بسازند. بعد از ظهر چهارشنبه 28 مرداد 1332 گروهی چاقوکش و قدار بند که گفته می‌شود نوچه‌های مظفر بقایی بودند به طرف شهربانی کرمان راه افتادند تا به حساب سرگرد سخایی برسند. راننده سرگرد سخایی به وی جریان توطئه را اطلاع می دهد روز واقعه و التماس می کند با جیپ پر از بنزین فرار کند، اما برای اون مرد دلیر فرار به معنی پرواز نبود و او نمی توانست آن را توجیه کند. اگرچه به کانون خطر گام می گذاشت، اما به عقیده و آرمانش وفا کرد. آگاهانه به سوی شهربانی رفت و برای گروهی که در آنجا جمع بودند از آزادگی و مبارزه با بیداد سخن گفت. اما مرتجعین امان نداده بر سر و رویش ریختند. در این هنگام رئیس دژبانی که بعداً به درجه سرلشکری رسید، او را به دفتر ستاد لشکر برد. تیمسار فضل الله امانپور به سرگرد سخایی گفت: اگر می‌خواهی از دست این مردم راحت شوی، کاری ندارد، برو روی بالکن و علیه دکتر مصدق افشاگری کن و
و وفاداری خود را به اعلی حضرت به اطلاع همه برسان. همه چیز ختم به خیر شده و قال قضیه کنده می شود. سرگور سخایی پاسخ داد: من زندانی شما هستم و حرفهای خود را در دادگاه خواهم زد. تیمسار فضل‌الله امانپور از اتاقش بیرون رفت و در جایی که سعی داشت صدایش به گوش سرگور سخایی برسد رو به چماغداران کرد و گفت: سرگور سخایی اینجا نیست، اینجا نیست. و در همون حال با اشاره سر به آنان محل او را نشان داد. رجاله های بی فرهنگ وارد اتاق شدند و به اون افسر شجاع حمله کردند. سپس پیکر نیمه جانش را از اتاق فرمانده لشکر به پایین انداختند و با چوب و چماق نیمه جانش کردند. گفته می شود بعد از این واقعه هولناک جیپ نظامی جناب تیمسار امانپور فرمانده لشکر نظامی کرمان یک یا چند نوبت از روی اون جسد پاک عبور کرد. فضل‌الله امانپور از نفرات مورد اعتماد رژیم پیشین بود. فرماندهی هنگ توپخانه لشکر فارس، ریاست رکن دوم ستاد نیروی جنوب، فرماندار نظامی آباده، فرمانده تیپ توپخانه لشکر گارد از جمله مشاغل وی بود. فضل‌الله امانپور در سال 1330 به درجه سرتیپی نائل آمد و به فرماندهی تیپ 3 کوهستانی مرکز تعیین گردید و بعد به معاونت لشکر گارد منصوب شد. در 1332 به فرماندهی لشکر کرمان برگزیده شد. در 1335 با ارتقا به درجه سرلشکری به فرماندهی سپاه خراسان تعیین شد و بعد فرمانده سپاه مرکز شد. نام برده در دشن آجین شدن سرگرد محمود سخایی مسئول اول است. اون روز عملی استبداد پای سرگرد سخایی را با تنابی به ته خودروی جیپ نظامی بستند و پیکر وی را تا میدان شهر کرمان، میدان مشتاقیه فعلی، بر زمین کشیدند. بعد بر تیری چوبی آویختند و جاوید شاه و مرگ بر مصدق گویان و در حالی که چوب و چماخایشون را در هوا تکان می دادن به دنبال جیپ و پلیس نظامی راه افتادند. محشر کبرا بود. آنجا جسد را برهنه کردند. چوبی به اعضای بدن سرگرد فرو نمودند و در میدان مشتاقیه که 100 سال پیش مشتاق علی شاه اصفهانی آنجا سنگسار شده بود به دار آویختند. مشتاق علی شاه از صوفیان نامی است که در سال 1206 هجری قمری به دلیل عقایدش سنگسار شد. روح الله خالقی میگوید مشتاق علی شاه بر ستار سیمی دیگر افزود و این سیم اضافی در اصطلاح موسیقی دانان به نام خود او معروف است. این را در کتاب سرگذشت موسیقی ایران نوشته است. میگویند که مشتاق علی شاه قرآن را با نوای ستار میخوانده است. دکتر ابراهیم باستانی پاریزی در کتاب آسیاب هفت سنگ می نویسد مخالفان مشتاق علی شاه در فکر نابودی او افتادند و نقطه ضعفی که از او در دست داشتند نواختن ساز بود. روایت است که ظهر 21 رمضان 1206 هجری قمری مشتاق علی شاه وارد مسجد جامع کرمان می شود تا نماز بخواند. پسر ملا عبدالله، یک از روحانیون شهر، در میان جمعیت فریاد برمی آورد که ملا حکم سنگسار مشتاق را صادر کرده.
شماری از مردم به سوی مشتاق علی شاه حمله ور می شوند و او را به بیرون از مسجد برده و در محلی به نام تل خرفروشان سنگسار می کنند. برگردیم به روز واقعه. گفته شده در همون روز، یعنی 28 مرداد سال 32، پسر فردی که در مردشورخانه کرمان کار می کرد، مردشور بود، با یک کارد بزرگ سلاخی به سوی پیکر به داراویخته سرگرد محمود سخایی دوید و عورت اون جسد را با کارد برید و با نهایت بیشرمی و وقاحت در دهان وی گذاش و قهقهه بلندی سرداد. بیشرم دیگری بیزه های جسد را برید و به تک پاره های لباس او دوخت. به دکتر مظفر بقایی برگردیم. روزنامه سرسر با ساد. روزنامه سرسر به تاریخ 17 مهر 1332 نوشته بود در سفر اخیری که آقای دکتر مظفر بقایی به کرمان می رود، در یک مجمع بزرگ در پایان بیانات خود می گوید: شما در روز 28 مرداد بزرگترین فداکاری را در سقوط و برچیدن حکومت یاغی مصدق از خود نشان داده و خائنین را به جزای اعمال خود رساندید. من امروز اون مرد قهرمانی را که اولین ضربه مهلک را به سرگرد سخایی رئیس شهربانی مصدق در کرمان نواخ میخواهم خود را معرفی کند تا روی او را ببوسم. شخصی از میان جماعت از زمین برخاسته خود را معرفی میکند و به دستور دکتر بقایی پیش رفته و وی روی او را میبوسد. بر سنگ قبر سرگرد محمود سخایی پیش از اون که ویرانش کنند نوشته شده بود: مقبره سرگرد سید محمود سخایی، سرباز شهید نهضت ملی ایران، رئیس شهربانی منتخب دکتر محمد مصدق در استان کرمان، که در کودتای 28 مرداد سال 32 به شهادت رسید. ترانه پرستو که زنده یاد منوچهر سخایی خوانده است به یاد برادرش سرگرد محمود سخایی سروده شد و آقای سیروس آریانپور سراینده پرستو نیز بر آن صحه گذاشتند. آقای آریانپور گفتند برای پخش در رادیو چند جای ترانه پرستو را به اجبار دستکاری کردیم، از جمله به جای هنوزم قبهات گذاشتم گلوبند تلات در ترانه. خانم ها و آقایان محترم، ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است، نه موضع گیری له یا علیه جریان و فردی. رژیم گذشته، رژیم شاه، فقط در کودتای 28 مرداد خلاصه نمی شود و بعدن که ساواک تشکیل شد
فقط در بگیر و ببند و شکنجه خلاصه نمی شود. گرچه پایه حقوقی رژیم برآمده از کودتا بر زور و از بین بردن حق حاکمیت مردم گزارده شد، اما باید رازهای دیگر را هم گفت. شاه و پدرش قدمهای بزرگی هم به نفع ایران برداشتن. ستاره شاد به تار